بسم الله الرحمن الرحیم. همشهریان عزیز، وطنداران گران قدر، عید سعید اضحا را به همه شما عزیزان، چی در داخل چی در خارج، از صمیم قلب خرد و بزرگ و وطنداران عزیز ما در هجرت و آنانی که با خون و آتش زندگی میکنند در داخل، به تک تک شما صمیم قلب تبریک و مبارکباد عرض میکنم. امیدوار هستم که در سایه لطف پروردگار عید سعید اضحا را با خوشی و با سعادت و روزای خجسته را با خود داشته باشین. متاسف هستم که ما امروز عید را در حال برگزار بکنیم که روزهای قبل ملت ما سر بریده شدن و کشتار دست جمعی شدن و مورد خشونت های خصم قرار گرفتن. انفجار مسجد حرات و انفجار به مسجد امام زمان در کابل، انفجار قبل ازی به مسجد از زهرا و کشتار بیرحمانه به مرزا اولنگ، همینا نشان دهنده نهایت قساوت، خشونت، هرزگی و پستی و پستفطرتی دشمنان ملت افغانستان نشان میده که اینها میخوان ملت به جنگ مذهبی و فرقه‌ای بکشانن. ولی به هر حال او طفلک ها و کودک هایی که در مسجد امام زمان در خلال 1.5 ساعت دشمن مرمی خلاص کرده بود و با کارد و چاقو حتی طفلا را گلو بریدن و نهایت ضعف و تنبلی و بی‌کفایتی امنیتی های مسئول اون منطقه را نشان میداد، قابل بسیار تأسف است و درد آور است. به من خاطر است که ما بارها برای اصلاح نظام در مجموع و در مورد اصلاح ارگان های کشفی امنیتی همیشه تاکید کردیم. تمام تعیینات بر اساس سلیقه ها و روابط و دوستی ها و همچنان برای دزدی قراردادها و این و آن صورت میگیره. به من خاطر است که ما هر روز ده ها و صد ها هموطن خود چی نظامی چه غیر نظامی به قربانی میتیم. این ملت حوصله دوام چنین وضعیت پر از افتراق و اختناق و نفاق و شکنجه را نداره. از این بیشتر ملت ما حوصله مردن را، کشته شدن را نداره تا عزیزان خود را دست بدن. بهتر است که برای اصلاح نظام هرچی زودتر اقدام صورت بگیره. نشود که این همه بیتفاوتی ها، این همه کارهای مغرورانه، خودکامگی ها و کشور را به پرتگاه سقوط و به بحران نزدیکش بکنه، که به پرتگاه سقوط رسیده که سقوط بکنه. به هر حال یکی از این امیدها ایجاد شورای عالی ائتلاف نجات برای افغانستان است که از اصحاب قدرتمند در حال شکل گیری است و ما رایزنی داریم و کسان زیاد، اصحاب زیاد، شورای قومی زیادی در این عضویت حاصل کردن. زود است که ما اعلان موجودیت بکنیم و اعضای رهبری نهایی شوه اعلان شوه، بعد کمیته ها فعال شوه. بعد از فعال شدن کمیته ها ما برنامه خود و پیشگاه ملت خود پیشکش بکنیم، چون تا هنوز اعلام موجودیت نکردیم به او خاطر است که ما برنامه خودم نهایی نساختیم. به هر حال یک بار دیگر به تمام هموطنان عزیز ما، با همه ای که مشکلات ها را پشت سر گذاشتندن و با مشکلات پنجه نرم میکنن، عید برایشان مبارک باد عرض میکنم. امیدوار هستیم که عید خجسته روزهای سعادتمند را به شروع داشته باشند. چیز دیگه که من اضافه میکنم، نهایت تنبلی امنیتی ها و توأم با توطئه ها و دسیسه هایی که روان است. شما میدونید که علیه ما از طریق میدان یبو یک دسیسه را انداخته شد که ناکامش کردیم. همزمان به سقوط ولسوالی چمتال را انداخته بودن قماندان های مربوط یک حزب که کلتان میفهمین در میانتان منفور است، اما بخشی که البته به دولت نیست. با اینا همکار یک جا آمدن به طرف انقریب به شهر مزار شریف خود نزدیک کرده بودن. با وجودی که من مصروف توطئه‌ای که از کابل برای ما روان شده بود مصروف او بودم، ولی با آن هم محبت که برای ملت خود داشتیم
کمر بستیم و خود ما رفتیم شامل جنگ شدیم. به توفیق پروردگار در 24 ساعت همشان را ناکام و نابود کردیم و زنده ماندگیش فرار کرد و تمام منطقه را تصفیه کردیم. یعنی ملت خود را نمیمونیم که هیچگاه نارام شوند. هر توطئه‌ای که از هر جا را بیفته با قدرت و قوت دست لطف خداوند و همکاری شما مردم عزیز و را خونسا میکنیم. ولی کسانی که این توطئه را میندازند روسیا خواهد بودند. بعضی بخشی برادرای حزب اسلامی در این توطئه دست دارند، بخشی از ارگانهای بلند زیاد نام گرفتیم دیگر نام نمیگیرم، بخشی از ارگانهای بلند کابل اطراف ارگ در این توطئه دست دارند. با آقای حکمتیار یک نصیحت دیگه هم میکنم که آقای حکمتیار، تو خب داعش هم بیعت سپرده بودی، بیعت کرده بودی، چطور میتونی که این بیعت از چهره خود پاک بکنی؟ چی علت شده بود که با داعش بیعت کردی و آل ما سر تو اعتماد بکنیم؟ چطور باور بکنیم که این افتراق فراگنی تو امی زمینه کشتار دست جمعی برادران ازارا و شیعه و مظلوم ما را مساعد نسازه و از این عرفای تو القا نکنه، الهام نگیره، نه القا نشه به اینا و او بیعت که تو برای داعش داده بودی اعلام کردی ما با گوشای خود شنیدیم، کی شنید که تو بیعت خود پس گرفتی؟ ما تشویشی را داریم که تو با ماموریت آمدی، از خداوند برای توفیق میخواییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شمس‌الدین سعودی، شعر از آقای عمر کمالی. دست بر دست به گرمی و صدامت بردی، آمده موسه به بخشش دیده قربان سعی، دل از اندوه و غم و غصه به سازی رها، با خط خوش به نگاری در این برگ جدید، با خط خوش به نگاری در این برگ جدید. دوستان کینه و بغض این همه و قهر بس است، روز قربانی و نهر و روز ذبح عوض است، شاد و خرم همه از بند بدی ها آزاد. غالب نیست در این نیست به کنج قفص است، غالب نیست در این نیست به کنج قفص است، دست در دست به گرمی و صداقت بدهی، آمده موسم بخشش عید قربان سری، دل از اندوه و غم و غصه بسازی رها، با خط خوش به نگاری در این برگ جدید، با خط خوش به نگاری در این برگ جدید. عید قربان شده و خلق به شورند و نشاد، روز عید است پس از رمی و منا عرفات، روز یک پارچگی وحدت و یک دل شدن است، روز نازل شدن رحمت و خیر و برکات، روز نازل شدن رحمت و خیر و برکات، دست در دست بگرمی و صداقت بنهی، آمده موسم بخشش عید قربان سری، دل از اندوه و غم و غصه بسازی رها، با خط خوش به نگاری در این برگ جدید، با خط خوش به نگاری در این برگ جدید. عید قربان خلیل و عید حجاج خدا، هدیه از جانب خالق به نبی مصطفی، روز عفو است و گذشت و روز تکبیر خدا، روز عید است دل از غصه و اندوه جدا، روز عید است دل از غصه و اندوه جدا، دست در دست به گرمی و صداقت بنگی، آمده موسم بخشش عید قربان سعی، دل از اندوه و غم و غصه بسازی رها، با خط خوش به نگاری در این برگ جدید، با خط خوش به نگاری در این برگ جدید. دوستان در گذرید از هم و از هر چه بدیست، که گذشت از صفت بارز و اخلاق نبیست، ارزش کینه و اندو غم و قهر ندارد دنیا، چون که دنیا گذران است و قیامت ابدیست، چون که دنیا گذران است و قیامت ابدیست، دست در دست بگرمی و صداقت بنهی، آمده موسم بر